درود به همه شما هنرمندان عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای بسته بندی. من انواع بسته بندی رو آموزش دادم و توی یک پلیلیست جداگونه توی کانال سارا اسکیل گذاشتم. میتونید اون پلیلیست رو ببینید و انواع بسته بندی رو آموزش رو ببینید. اولین کاری که میکنیم نرم افزار ایلوستراتور رو باز میکنیم. حتما بسته بندیاتون رو توی ایلوستراتور انجام میدیم. کنترل N رو میزنم، یه سایز میخوام بهش بدم. گفتم سایز 6x12 میخوام انجام بدم، پس اول ما یه دونه آرتبورد میخوایم داشته باشیم. آرتبورد رو میام سایز 24 مثلا در 24 قرار میدم. حالا آرتبورد مهم نیست، مهم اون سایزی که میخوایم انجام بدیم هست. کار مورش رو روی سین واکه قرار میدم، حتما دی پی آی رو روی 300 قرار میدیم و کرییت رو میزنم. خب کنترل آر رو میزنم رولر فعال بشه. من میخوام سایز 6x12 رو انجام بدم. تو قسمت ابزارها رکتنگل رو انتخاب میکنم، یک کلیک وسط صفحه میزنم و سایز 6x12 رو بهش میدم. به صورت استروی میخوام باشه، فیلش رو نان میکنم. خب این رو میام اینجا قرار بدم که البته آرتبوردم باید بیشتر بکشم. میگم سایز آرتبورد مهم نیست، مهم این سایز است. شما تو هر سایزی میتونید طراحی بکنید، فقط باید شیوه طراحی رو یاد بگیرید. خب آلت رو پایین نگه میدارم، یه دونه کپی از این میگیرم، کنترل دی رو میزنم. همینجور که روی رکتنگل هستیم یه کلیک وسط صفحه میزنم سایز 1.5x12، یعنی میخوام این تاخورش سایز 1.5 باید باشه. همه رو با هم انتخاب میکنم. البته دوباره باید آرتبورد یک مقدار بزرگترش بکنم. خب این رو میام اینجا وسط قرارش میدم. یه دونه کپی از این میگیرم اینجا قرارش میدم. خب شما هم میتونید روی رکتنگل کلیک بکنید و سایز رو بدین، یعنی این سایزی که میخوایم اینجا به صورت مربع باشه بدین، هم میتونید کپی بگیرید. بیاین تو قسمت ترانسفورم، روی ترانسفورم کلیک میکنم، اینجا 6x12 میخوام 6x6 بهش بدم. میبینید این شکلی این رو اینجا قرار میدم. خب حالا چرا این شکلی شد؟ ما اینجا میتونیم انتخاب کنیم که کجا قرار بگیره. پس 6 رو اینجا میزنم و الان به این شکل میشه. با این قسمت پریفرنس میتونین انتخاب بکنید که از کجا میخواین کوچیک بزرگ بشه. با ایدرافر از این میگیرم که استروکش یکی باشه. یه کپی دیگه از این میگیرم اینجا قرارش میدم و میخوام اون حالت تاخور باشه که میاد داخل اون بسته بندی قرار میگیره. پس میخوام سایز 1.5 این رو بهش میدم، انتخابش میکنم و قسمت H رو هوریزونتال رو میام روی 1.5 میذارم. خب یه بار دیگه نگرفت. خب به این شکل میبینید این شکلی میشه که دوباره از بایدارپر از استروکی بگیرم. حالا آخر کار میتونیم استروکش رو تغییر بدیم. خب این دوتا رو انتخاب میکنم، یه دونه دیگه اینجا میخوایم داشته باشیم و شیفت رو نگه میدارم، این رو میچرخونم به این شکل باشه. خب این درب بسته بندی هست که بسته میشه به این شکله. دوباره یه دونه دیگه کپی میگیرم، این رو اینجا دقیقا قرار میدم و دوباره این گوشه پایین پرفرنس رو انتخاب میکنم این قسمت و سایز نصف 6x6 رو میخوام. یعنی چی؟ یعنی سایز 6ی که اینجا داریم فقط این رو میزنم 3. خب دقیقا نصف، یعنی من بیام اینجا قرار بدم، دقیقا نصف این کادر من اومدم گذاشتمش. میبینید نصف اون دقیقا اینجا قرار میگیره. مدل بسته بندیش اینه. یه دونه دیگه کپی میگیرم و اون رو اینجا قرار میگیرم. خب این دوتا رو با هم انتخاب میکنم، آلت و پایین نگه میدارم و این قسمت پایین همین درب جواب رو میزنم. حالا ادیت هایی که میخوایم روش انجام بدیم، این قسمت رو زومش میکنم، رکتنگل رو انتخاب میکنم، یه دونه رکتنگل به این شکل اینجا میکشم و آلت و پایین نگه میدارم و یه دونم اینجا میذارم. خب حالا همه اینا رو انتخاب میکنم، یعنی این رکتنگل و این رکتنگل و این یکی و این ستا رو انتخاب میکنم، میام تو قسمت پد فایندر گزینه دوم یا ماینس رو میذارم که اینجاها کات بخوره. ببینید به این شکل شما میتونید از شی بیلدر هم استفاده کنید. حالا این قسمت های بالا رو، یعنی این قسمت رو و این قسمت رو میخوام کجش بکنم. میتونیم بیاریمش به سمت چپ و این رو هم میارم به سمت چپ. البته شما میتونید خب عدد هم بهش بدین، یعنی اگه روی این دایره کلیک بکنی اینجا کرویش رو میتونید بدین، اینجا این حالتی رو میتونید بدین، اینجا رو خودتون میتونید تنظیم بکنید. حالا من چشمی این حالت کج تو رو بهش دادم. خب این دوتا رو انتخاب میکنم و یه دونه کپی با گرفتن آلت میام این قسمت پایین و میچرخونم، شیفت رو نگه میدارم و جایگزین این یکی میخوام بکنم. پس این رو من حذف میکنم
و این رو جایگزین میکنم. حالا به جایی که من میام این رو دوباره مثل اون تغییر بدم، خب از اون یکی کپی میگیرم. حالا میام برای این قسمت انتخابش میکنم، یک مقدار زومش میکنم. تو قسمت ابزارها میام اد انکر پوینت رو انتخاب میکنم، یک کلیک اینجا و یک کلیک اینجا. خب حالا چرا این کارو کردم؟ دایرکت سلکشن تو رو انتخاب میکنم، یک کلیک اینجا، شیفت رو نگه میدارم، یک کلیک دیگه اینجا و این رو مستقیم شیفت رو نگه میدارم میارمش داخل. البته این قسمت رو کج‌تر میخوام بکنم، یعنی یه همچین حالتی باشه. حالا از همین این یکی یه دونه کپی میگیرم برای راست کلیک کردن ترانسفورم و رفلکت رو میزنم، کپی رو میزنم. ببینید این شکلی باشه. حالا جفتش رو انتخاب میکنم. میتونیم از شیپ بیلدر استفاده کنیم، میتونیم از پاد فایندر. حالا اینجا من از شیپ بیلدر استفاده میکنم، آلت و پایین نگه میدارم حالت منفی بشه، این دوتا رو میگیرم که این حالت جداگونه بشه. خب دوباره همین رو آلت و پایین نگه میدارم و این رو اینجا قرار میدم. این رو هم هست، به جایی که اونا روش کار کنیم کپی میگیریم. برای قسمت پایین هم از همین کپی میگیرم. پس جفتش رو انتخاب میکنم، آلت و پایین نگه میدارم و من این رو میچرخونم توسط شیفت. حالا میتونیم این رو حذف، این رو هم حذف و این دوتا رو بگیریم و اینجا قرار بدیم. ببینید این شکلی، البته این رو زیادی ما کپی گرفتیم. خب دوباره میام این قسمت دایرکت سلکشن تول، اینو یک مقدار میاریمش به سمت پایین، این رو هم یک مقدار میبریمش به سمت بالای، حالت کج تور بهش میدیم. حالا میخوام اطرافش رو کرو بکنم. دوباره میام دایرکت سلکشن تول انتخاب میکنم، قسمت های بالا رو من گرفتم، شیفت رو نگه میدارم و قسمت های بالا و این قسمت پایین رو فقط میگیرم. یعنی میخوام اطرافش کرو بشه. حالا این قسمت ها میتونید بگیرید، میتونم کروش نکنید. حالا همه رو با هم ببینید به این شکل میتونید اطرافش رو کرو بکنید. حالا میریم برای رنگ آمیزیش. خب من چون برای کودکان هست یه سری حالا طرح‌ها دانلود کردم، یکی از اینا رو میارم. البته خب سه تا دانلود کردم، حالا هر سه تا رو نمیشه بذاریم، مثلا آخری به نظرم خیلی کیوت تره، باحال تره. اینو به این شکل میخوام بیارم. پس میام فقط همین کاراکترم، یعنی فقط همین فیل رو میام پیداش میکنم، اینه. خب میارمش روی بسته بندی. ببینید بسته بندی من این روی بسته بندی هست، این قسمت روی بسته بندی و این یکی، یعنی این دوتا میشه روی بسته بندی مون که شما حالا میتونید این رو اینجا هم قرار بدین و این دوتا میشه پشت بسته بندی، یعنی بغلای بسته بندی. ببینید این یکی و این یکی پشت و روش هست که حالا میتونین روش رو اینجا بذارین، پشتش رو یکی، فرق نمیکنه. این دوتا بغل بسته بندی میشه. من اینجا این رو روی بسته بندی قرار میگم و میخوام به عنوان حالا طرح اصلیم باشه و شما اصلا نباید این رو اینقدر بزرگش بکنین که این به خط کادر بچسبه و احتمال اینکه حالا تا بخوره بره داخل تا هست. این رو خیلی حواستون باشه، مخصوصا نوشته. خب من این رو اینجا قرار میدم، یه نوشته میخوام این قسمت بالا بذارم، یه دونم اومدم حالا بذارید من بیارمش اینجاست. خب یه دونه داکیومنت اومدم، یه سری نوشته ها گذاشتم آماده. خب میام اینجا این قسمت بالا رو تایپ میکنم. حالا میخوام حرف اولشون بزرگ باشه، خب بقیه کوچیک باشه. پس انتخابش میکنم، میام تو قسمت تایپ، تو قسمت چنج کیس اینجا رو میبینید تایتل کیس رو میزنم و الان حرف اول بزرگ شد و میتونیم حالا نوشته رو تغییر بدیم. مثلا من روی آریال که همیشه میام میذارم، این سری هم میام روی آریال قرارش میدم و این رو اینجا میذارم باشد. رنگش رو حالا میتونیم همین رنگ مشکی باشه یا حالا بستگی به بک‌گراند داره، یه دونه بک‌گراند هم میدم. خب این رو یک مقدار میبرم بالاتر. اسم اون کرم رو هم پاپا گذاشتم، خب که پی اولش رو میخوام بزرگ باشه و پی دومم حالت بزرگ باشه. بذارید یه بار دیگه هم بزرگش. خب خوبه، انتخابش میکنم و سایزش رو خیلی بزرگ میکنم. چون برای بچه هاست بهتر اسمش اسم کیوت و بامزه باشه، یعنی فونتش. من اینجا از مای فردا استفاده میکنم، مثلا روی این اولی کلیک میکنم، ببینید این شکلی باشه. خب خیلی بامزه است. سایزش رو یک مقدار بیشتر میکنم و رنگش رو میتونیم از رنگ صورتی اینجا بگیریم، ولی خب صورتی خیلی دیگه روشنه و خودمون میتونیم بیایم اینجا یک مقدار رنگش رو تیره تر بکنیم. خب اینجوری خیلی
بهتره. و قسمت پایینم یه دونه می‌نویسم کرم. خب سایز کرمشو خیلی کوچیک‌تر می‌کنم. این دیگه بسته به سلیقه خودتون داره که چجوری یک طراحی رو می‌خواید انجام بدید. من اینو روی 200 ساعت بیشتر مثلا 500 قرارش میدم و این رو هم میام این پایین قرار میدم و این رو به صورت خیلی ساده همون آریال میذارم. حالا من از آریال استفاده میکنم و شما میتونین یه فونت های ساده تر، مثلا هلویتیکا هم برای این فونت های ساده هلویتیکا هم خوبه، یه همچین چیزی. این رو کرم رو میام اینجا تقریبا این پایین قرارش میدم، بیاد اینجا قرار بگیره. خب خوبه، ببینید این میشه روی کار. و شما میتونید یه دونه بک‌گراند هم بهش بدین. بذارید من بک‌گراند رو بیام کلن زیر همه اینا قرار بدم و رنگش رو میتونیم از رنگ صورتی خودش بگیریم و یک مقدار روشن‌تر. ببینید این شکلی، چون برای حالا اون بسته‌بندی بچه از رنگ صورتی نارنجی، رنگای ملیح یا جیغ استفاده میکنم و میتونیم برای این یکی هم از همین بک‌گراند اینجا قرار بدیم و اینجا رو میتونیم چیزای دیگه بذاریم. مثلا یه سری نوشته من اینجا گذاشتم در مورد مثلا پاپا کرم. تکست رو میتونیم انتخاب کنیم و کلیک درگ بکنیم و پیستش بکنیم. خب این شکلی. البته خب خیلی ریزتر از این باید باشه. یه دونه حالت بارکد هم میتونیم قرار بدیم این قسمت پایین. البته این بارکد فقط دانلود کردم و بارکد درستی نیست، میتونیم اینجا کوچیک قرار بدیم. خب این دوتا رو هم میتونیم از نوشته پر بکنیم و یه دونه من میتونم حالا از صورتی پررنگ استفاده کنم. این یکی اینوری رو میتونیم با ایدراپر از رنگ حالا شاخاش بگیریم، با قول خودم شاخاش، و بیاریم به سمت قهوه، یعنی از تقریبا با این، ولی خب فکر میکنم نارنجی بود اینجوری خب خیلی بهتره. و یا مثلا میتونیم از رنگ صورتی بذاریم، خودم بیام اینجا بهش عدد بدم 300 صفر، اینم 60 بدم. خب خوبه. حتی میتونید از این دوتا یه کپی بگیریم، راست کلیک کنم بیام رو قرارش بدم، کوچیکش کنیم، میتونیم این رو به عنوان یه لوگو اینجا هم بذاریمش و پاپا اینجا کامل دیده نمیشه، پس رنگش رو سفید میذارم. ببینید حتما نباید دقیق این خودش باشه. میدونید حتما عزیزان فاصله بدین، این قسمت بالا و سمت چپ رو باید فاصله بدین. یا مثلا این رو ما میتونیم از رنگ صورتی اینجا بگیریم این شکلی باشه، یا مثلا من میام یه دونه دیگه از اینا رو انتخاب میکنم، به عنوان مثال این رو انتخاب میکنم. خب میام اینجا پیداش میکنم طرحم رو، مثلا میام این رو انتخاب میکنم. خب به عنوان مثال یه دونه دیگه میخوایم انجام بدیم، من این رو میام میذارم اینجا. یا مثلا این برای پوستای حساس بود، این یکی مثلا برای یه چیز دیگه، مثلا برای ضد آفتابه. خب شما با رنگ بندی که انجام میدیم، مثلا این قهوه‌ای رو میتونم همون حالت نارنجی رو بزنم، با رنگ بندی که شما انجام میدین میتونید مشخص کنین که اصلا این مال چیه. با اوپاسیتیش اینجا کم شد. خب یا این یکی هم باز از این رنگ بگیریم، این به عنوان ضد آفتاب به عنوان مثال، و رنگش رو هم از این رنگ میگیری و حتی این پاپا هم باید رنگش رنگ نارنجی بشه. خب میتونید چند نمونه بزنید با طرح‌های مختلف که حالا من کنترل زد میزنم، این رو میزنم سر جاش، این رو حالا بعدا انجام میدم. اینطوری میتونید یک بسته‌بندی خیلی خوب داشته باشین و تمام اینا رو شما میتونید لایه‌اش رو یکی بکنید. خب به این صورت که من انتخاب میکنم لایه‌اش رو میتونید یکی بکنید و استروک رو میتونید خیلی کمترش بکنید، استروکش خیلی ریزتر باشه. بنشینید.